برای من تکرار کنید. بفرمایید. میخواستم ببینید از دید من که خدا رو میشناسم و از دید من که به خدا باور دارم و خداوند همه چیز زندگی منه و جلوی آمریکا و روسیه و انگلیس و فرخانوم و آقای هویدا و آقای علم و در تمام زندگیم جلو همه وایستادم و خداوند من رو حفظ کرده و خدا رو دیدم. حالا من میگم وقتی که این مصاحبه خانم فلاچی رو با شاه خوندم تازه فهمیدم چرا شاه من رو دوست داشت. من چون قبلا خیلی چیزهایی که بین من و خدا هست، خب با اون چیزی که بین شاه و خدا بود، من حالا یه چیزی رو براتون تعریف میکنم که تعریف نکردم برای کسی. من مثلا قبل از اینکه بریم به دبستان، کودکستان که بودم، خب می آمدن ما رو مثلا ساعت 4 از در چیز بر می داشتن، از در مدرسه. یه دفعه ساعت 3 به من الهام شد که برو در چیز قایم شو، برو در این خیک های بستنی، اون وقتا خیک های بزرگ بود بستنی درست میکرد، برو تو اون دوتا خیکی که در اون در کودکستان هست قایم شد. من رفتم قایم شدم و یه ساعت بعد آمدم دیدم همه سر آستیمه دنبال من میگردن و نگو که در ساعت 3 یه عده آمده بودن که من رو بردارن و بدزدن در حقیقت و بعد برن از خانواده من پول بخوان. و بعد ساعت 4 که اون فردی که باید می آمد من رو برداره، وقتی آمد معلوم شد که اونها فرار کردن رفتن. خب این اتفاق برای من افتاده. من چند سالمه؟ مثلا 5 سالمه، 6 سالمه. خب این من که نمیتونم بگم این نیفتاده، که افتاده دیگه. معذرت میخوام، حالا این چجوری شده دیگه، خدا خواسته، خدا حفظ کرده. حالا من از این مسائل و همونطوری که شاه هم داره میگه، یکی از دلایل این که شاید شاه من رو دوست داشت و همیشه میخواست با هم باشم و بیشترم ما صحبت های مذهبی با هم میکردیم، همین مسائل مشترکی است که ما با هم تجربه کردیم. حالا من با ایشون فرق داره مسائلا. و چیز دیگه ای که باز من میخوام اینجا به شما بگم، از دید منی که به خدا ایمان دارم، من میگم خداوند زمین و آسمان ها رو خلق فرمود و لحظه به لحظه داره مسائلش رو تدبیر میکنه و همه کارهای خدا از روی حکمت و مصلحته. یعنی خلقت خدا یک خلقت زنده است، همه چیزم دست خودش. حالا تو خیلی پیچیده تر و ایناست که حالا در همون مرامنامه حزب حق براتون مینویسه، ولی همه چی دست خودشه. یعنی این دنیا دست خداست و شما نمیتونید که بیاید در این دنیا بخواید زندگی کنید خدا رو بذارید کنار. خب این نمیشه که. در اصل همونجوری گفتم، شما باید اگر میخواید که خوشبخت باشید، خدا رو راضی کنید، خدا شما رو خوشبخت میکنه. حالا آی صوبی منو میشناسه، همین برنامه‌ای که من دارم، برای من هیچی پول ندارم، خدا رو شکر هیچی ندارم از نظر مالی، ولی همیشه همه چی هست. بهترین زندگی رو میکنم، هیچی هم نیست از نظر مالی، برای اینکه خدا فراهم میکنه. حالا این رو خیلی ها نمیفهمن. من با همین آقای جنرال متس که الان وزیر دفاع آمریکاست، ما با ایشون خیلی نزدیک بودم و ایشون هم با من خیلی صحبت میکرد وقتی که رئیس سنترال کامند و اینا بود. و ایشون من گفت این حرفای تو رو من میفهمم ولی اینا نمیفهمم. حالا اگر که شما نمیبینید، من در هر صورت باید سعی بکنم که شما هم اون چیزی که من لاغل و من که ایمان نمیدم، که ایمان رو خدا میده، همون صحبتی که باشه، ایمان رو خدا میده و شما هم اونایی هم که من باید سعی کنم اینها رو بهتر باز کنم، اونو که یاد گرفتم رو لاقل برای شما عرض بکنم. وظیفه من، حالا یه چیز دیگرم که واقعا همین پیروز خودم یاد گرفتم، خب ما وقتی بر خدا توکل میکنیم، کارمون به خدا میسپاریم، خدا کارها رو انجام میده. بعد این دیگه این مسئله منم از بین میره، چون ما یه نقش کوچکی داریم و نقش کوچک خودمون رو بازی میکنیم، ولی اونی که خداست که کار رو انجام میده. و در نتیجه به قول معروف من وظیفه ای دارم که بیام اون چی که بلدم رو به شما بگم. حالا دوستانی دوست دارن قبول کنن، دوستانی، ولی اونم تازه خدا باید بخواد که ببینید. من که خدا نیستم که من یه وظیفه ای دارم، وظیفه خودم رو برای شما انجام میدم. حالا جناب سوری